درود بر شما هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم امروز دوشنبه است و بیست و دوم از ماه اوت آگست بله در روزهای دوشنبه مدت یک ساعته نیم حضور شما هستم امروز هم همچنین و امروز ممکن است ببینیم سخن چگونه پیش خواهد آمد با عرض پوزش سر کرد چه پیش خواهد آمد ممکن است که خطها رو باز کنیم با شما هم گرامی صحبت معمول ما در این چند هفته گذشته این بوده است که دیوان شیخ عجل سعدی رو میآوریم اینجا یه قطعاتی غزلی چیزی لطیفه ای از این بزرگوار میخوانیم دیوان سعدی به خصوص گلستان کتاب درسی ایرانیان بوده است برای قرنها برای قرنها و من شنیدم وقتی که این در واقع ممالک می شود گفت یا ایالات بزرگ از ایران جدا شد و ما عرس تا دراز مدتی مردم اونجا به همین سنت ادامه میدادند و این گلستان سعدی رو به پرزندان خود می آموختن. که زیباتر از این کتاب در زبان پارسی یافت نشده است و کتابی که بشود کتبی که بشود با او مقایسه کرد و این کتاب شاید کلیل و دمنه نباشد و چهار مقاله نظامی عروضی سمرغندی و یک دو کار دیگر اما صدرنشین همه به لحاظ هنری البته سعدی است یک حکایت می خدمتتون خدمتون <applause> حکایت یازدهم هست از گلستان میفرماید در جامع بلبک جامعه که میگوید در واقع مسجد جامع که میگفتن جامع بلبک که بعد شد مسجد نمیدونم جمعه هر شود که این یک کامپلکس بزرگی بود که فقط مسجد نبود حمام بود بازار بود مدرسه بود در اونجا طلبه ها از بام تا شام بودن حجره ها داشتن یک یک تشکیلات بزرگی بود فقط مسجد نبود مثلا جامعه بر... بر... جامعه کرمان مثلا فرض فرمان. جامعه یزد بله اه... و هنوز هست ببینید ما در ایران همه چیز رو خراب کردیم یا خراب کردن اما اگه تشریف ببرید هندوستان میبینید مثلا برای رفتن به ارز کنم که اون ساختمان مشهور مشهور سربکرهای اش ساخته شده است اونجا میرسید به بلند دروازه اکبر شاه که شاه بزرگی بوده اکبر کبیر در اونجا بلند دروازه یک جامعه است دیدنی است هنوز این در واقع حجره ها هست قفل ها که زدن این طلبه ها چند قرن پیش اونجا هست و دیدنی است دست نخورده دست نخورده حمامش هم اون و همچنین بوده است ارس می کنم که مدارسی که می ساختن باری در جامعه بلبرد وقتی کلمه همی گفتم به طریق وزن. با جماعتی افسرده دل مرده ره از عالم عالم صورت و عالم معنی نبرده دیدم که نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم اثر نمی کند دریغ آمدم تربیت ستوران و آین داری در محلت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در, در معانی این آیت که و نحنو اقرب و اله من حبل الورید سخن به جایی رسانید که گفتم بوس نزدیک تر از من به من است مشکل که من از وی دورم این که و نحنو و اقرب و اله من حبل الورید خیلی مشهور شنیدید یعنی من از تو از رگ گردن به تو نزدیکترم و سعدی آورده است دوست نزدیکتر از من به من است و این مشکل که من از وی دورم چه کنم واقع توان گفت که او در کنار من و من محجورم من از شراب این سخن ماست و قده در دست که روندی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعری زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش گفتم ای سبحان الله دوران باخبر در حضور و نزدیکان بی بی بسر دور دوران با در حضور و نزدیکان بی بسر دور دوران باخبر در حضور و نزدیکان بی بسر دور فهم سخن چون نکند مستمع قوت تب از متکلم مجوی فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی, گوی. اینم یک داستان کوتاه از استاد سخن سعدی از بیش کنم که ما اینا رو میخوانیم که یادمون نرود که هستیم باری در جلسه گذشته چند سوال شد من چیزی یادداشت نمیکنم. نمی کنم کلن در طی همه این سال ها که از سی سال افزون هست ما هر جا سخن گفتیم به قوت حافظه بوده مثل که آرام آرام بایستی قرام کاغذ رو بر داریم و وقتی که به حافظه تکیه می کنید بعض اوقات چیزهایی فراموش می شود دوستی پرسیدن که آقا این چیزهایی که ما میبینیم از شعرهای گذشته به عنوان تصویر آنها آیا اینها منشعی دارد؟ از میکنم خدمت شما که خیر نه ابدا اینها تخیل نقاشان به وجود آورده و اون از فردوسی است مشهور است که کمال الملک کمال الملک قفاری که نقاش بزرگ دوران قاجاری است و او را تبعید کردند به نشابور در پایان عمر و در غربت فوت شد این مرد بزرگ خواب دید فردوسی آمده از کنار پنجره و او رو دیده و صبح شده قدم در دست گرفته و این تصویری که ما به عنوان فردوسی میشناسیم اون کشیده به خاطر اینکه در اسلام عزیز نقاشی و مجسم سازی و سایه هنرها حرام بوده خب حرام بوده هر به همین دلیل ما از, از پادشاهان هم نداریم تا مرز ساسانی تا مرز پایانی حکومت ساسانی ما میدانیم که پادشاهان ساسانی چگونه بودن اینها چه حیبت و حیعتی داشتن چون اینها روی سکه ها اینن چاپ میشد امپراتوران روم چک شفت بر چه بچه بوده اما این اسلام عزیز که آمد اینا را حرام کرد حرام که کرد فقط چیزهای قرآنی می نوشتند و اینها چه زیبا می بود چه میزان خوب بود اگر که ما امروز تصویر محمود قزنوی رو بر سکه داشتیم عین خودشون نقاشان می کشیدن و بعد اینا رو نقر می کردن و روی فلز روی فولاد و بعد اینها سکه که می زدن، این این چیز فولادین رو نقش فولادین رو میزدن روی فلز نرم مثل طلا و نقره و میمان و نداریم هیچ کدام از اینها حقیقی نیست هیچ کدام از اینها درست نیست <تصفح> هیچ کدام از اینها واقعا هر کسی به خیال خودش چیزی ساخته گفته این حافظ این مسعود سعد سلمان این نمیدونم حاجی کرمانی اینا چیزای حقیقی نیستن عرض می شود که از گذشتگان فقط از حضرت علی عرض می کنم که کرم الله یک راهب نصرانی کشیده که این در یک موزه است و با توصیفاتی که تبری از ایشان کرده خوب میخواند یعنی گردن کوتاه و ماهیچه های و چنانی و شکم بسیار بزرگ و اینها خود چیز هولناکیست. است اینها فقط از ایشون هست دیگه از چیزی هیچ تصویری نیست این یکی دیگری که پرسیدن آقا این مجسمه فردوسی که در میدان فردوسی بود یه بچه اون پایین بود این بچه چه کار است این کیه اینها عرض میکنم که سه بار یا چهار بار نمیدونم چند بار این مجسمه عوض شد اول فردوسی نشسته بود این اخوندا یه چیزی کتابی دستش بود آوردن بعد دیدن خیلی افتضاحه اینو کندن گذاشته بودنش تو دانشگاه تهران من دیده بودم یه جایی یه گوشه بعد دوباره ساختن بسیار با, با شکوه بود کتاب در دست یک زده بود دست رو بلند کرده بود اومدن گفتن آقا این انقلابی ممکن مردم رو داره به انقلاب دعوت میکنه آقا اینو بکنیم بعد یه چیز قوزی درست کردن ها در حالت تسلیم کمرش هم خم بود یه بچه هم پاش بود اونجا فکر کنم همین باید باشه هنوز که این حالت گردن کشی رو در مردم ایجاد نکنه مگس رو نعل میکردن آقا مگس مگس رو نعل میکردن که نکند که دارید میخواد دولت رو سرنگون کنه بله این گذاشتن اونجا بله علی را نشون بدین لطفا بله این تمثال مبارک مولا علی است تجسم کنید که ایشون یک شمشیری هم پهنی هم دستش آمده دم در میگه مسلمون میشی یا نمیشی من که میگم که به جان عزیز خورد قسم به همون ماهیچه های در هم پیچیده که گردن 700 نفر رو در یک روز میزنی که مسلمان که میشم هیچی هر تو بگی من میشم نکنه که این قمر رو ببری بالا شکمها دریده این مرد سرها بریده رئیس کل داعش بوده خلاصه داعش اولیه بله خوب شد پیداش کرد از کجا آوردی درود بر تو <تصفح> میگوین حضرت فاطمه سلام الله علیها گفته است که پدر من منو به زشترین عرب دادی باری اه اه می گفتی. اومدن و این فردوسی رو نمیدونم کی چه بخت برگشته این رو درست کرد گذاشت یه بچه هم گذاشته اون پایین اینا این بچه مثلا کودکی زاله خب بگو مرد حسابی تو که رفتی مجسم فردوسی به تو گفتن به سازی که نمیدونم کدام صفیح بودی خب این کودکی زال به فردوسی چه رفتی داره می توانستی مثلا چهره رستم رو بگذاری می توانستی نمیتونم از توس چیزی بذاری از گیب از که خسرو کودکی زال گوشتن اون پا که تلطیف بکنن مجسمه رو کسی فکر انقلاب نیفته به دستش بیار نشون بدین لطفا بله همین است خودش است کودکی زال می ترسیدن نه یه روزگاری بود که از مجسمه هم می ترسیدن بله این حکیم ماز و اینم کودکی زال اون بچه مشهور بود که کودکی ظالم من نه چیزی در این باب خواندم نه نقدی دیدم از این کار و اینم سوال دیگری بود که جا بودم عرض میکنم که یک کتابی چند روز از وقت ما رو به خود مشغول کرده و اون خاطرات هوشنگ ابتهاج هست مشهور به سایه این آقای ابتحاش ارز میکنم در کارخانه سیمان کار میکرد ناگهان سیمان ها رو رها کرد و سازو رو به دست گرفت میگه میگه به دست گرفت به،, به, تنز ارز میکنم شدن در رادیو یه کاری خیلی مهمی شدن از مدیران رادیو بیاورید بله جوین مشهشه سایه رو بیارید سایه از شاعران بسیار خوب ماست و ارز میکنم که های بسیار دلاویز دارد پاره ای عبیات این غزلها را آدم نگاه میکنه متعجب میشه که در عصر جدید به این بلاغت و به این زیبایی عرض میکنم که یافت نمیشود از کجا آورده سایه واقعا یا یعنی نشون بدید بله غزلهاش خوبه خیلی خوبه ارز کنم عبیاتی مثل فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکی به دل من دامن فریاد گرفت واقعا زیباست یا فرض فرمایید خون هزار سر به دلاور به خاک ریخت ای سایه های های لب جود بار کو اما بسیاری موارد هم یا شاید بگیم بعضی موارد هم آمیانه میزنه خیلی عوامانه میشه شعر و تا اونجایی که به سبک سخن مربوط هست از کنم که بعض اوقات انسان رو یاد، به یاد محتشم و کلیم کاشانی می اندازد یعنی اندازه سازی به سبک هندی می خورد اشارهشون و در بسیاری موارد به سبک عراقی اما شاعر مهم روزگار ماست از, از شاعرهای مهم روزگار ماست و احترام او واجب و لازم یک مصنوی یک روزگاری من شنیدم نمیدانستم آقا اینجا آمده بودیم ما 24 5 سال بود 26 سال اینها گوش کردم دیدم عجب مصنوی این از مصنوی هم فسیحتر البته اون عمق مصنوی رو نداره اون حال مصنوی درش نیست ولی بلاغتش فوق العاده است در رخ لیلی نمودم خیش را سوختم مجنونه خامندیش را میگرستم در دلش با مهر دوست او گمان می کرد عشق چشم اوست بله من همی کندم نتیش کوه را شیرین می کند اندوه را بیانداز زیبا بسیار زیبا از غزلشون که بگذریم و اینا که در این باب مفصل من خدمت شما سخن خواهم گفت به جهت اینکه این کتاب منتشر شده و من نقل قول ها میشنوم از این کتاب که این نقل قول ها غلط هستن اشتباه هستن هر شود که دو یه آقا و یه خانم محترم وقت بسیاری صرف کردن رفتن خدمت آقای هوشنگ ابتهاج و اله الف سایه ایشون به این رنشورت داشت از توده های قدیمی است و با این کردن اینها رو یادداشت کردم. دیدم که میگوید این رادیو چی ها کیا رو رادیو چی میگوید آدم های بزرگی مثل علی تجویدی و حبیب الله خان بدیعی و از میکنم مهندس همایون خرم رادیو ها به حالت توهین من متحیر متعجب شدم بعد برداشته اینجا ما جغله برده اونجا که حالا از بین این آدم های شاخص و برجستم بودن اما نه چنان بودن که ایشان میفرمایند نه چنان بودن آقا شما خدا رحمت کند این مرحوم لطفی رو لطفی یه چند سالی تارزن نیرومندی بود چند سال اون هم به معزی که پاش گذاشت خارج تمام شد شما چند آهنگ ساخته لطفی به یاد دارید چند چار مزراب از ایشان هست چند ملودیه ابتکاری از این آقا مونده من که تعداد زیادی نمیشناسم از اون قابل قیاس نیست قابل قیاس نیست که کارهای ایشون با کارای استاد شهناز قابل, قابل قیاس نیست بعد به اینا میگه رادیو چی ها و طوری صحبت کردن این و شاگردانش که گویی مثل اونجا محل فسق و فجور و فساد بوده هر چیز با ارزشی ساخته شد توسط همین استادان بودن در روزگار پیرنیا اصلا کارهای شما قابل قیاس نیست آقای سایر با کارهایی که مرحوم پیرنیا کرد اصلا شما آشنا نبودید با موسیقی استاد شهناز به مخلص در باب عظمت درک مرحوم پیرنیا میگفت آقا داستان به این وجه نبود داستان خیلی خیلی دقیق مورد مطالعه قرار می گرفت یه قطعی قرار بود پخش بشه گفتم چطور استاد؟ گفت ببینید مثلا من تار می زدم تهرانی یا امیر ناصر افتتا می آقا با همون لحچه شیرین اسفحانی یک زر می زد پیر نیا از اتاق اون سو گوش میکرد میومد میگفت آقا صدای این ضرب با صدای این تار همخانی ندارد سه تا چهار تا ضرب عوض میکردن میگفت آها حالا صدای این ضرب با صدای این تار با هم همخانی دارن میگفت داستان انقدر جدی بود برای مرحوم پیرنیا و این مرد, این مد تا این حد ذوق داشت استاد زلفنون خدا رحمت کنه این بزرگوار رو که من بارها در باب این استاد محترم از دست صحبت کردم ایشون میگفتن ما کنسرت گلها ارکستر گلها گفت من جز بیولنیست ها بودم یک آهنگی بود میزدیم من یک ذره یک لغزشی یک لرزشی روی این سیم از خودم ابدا کرده بودم گفت گوش پیرنیا گرفت آمد گفت ساکت نزنید گفت یه نفر داره یه کارایی با ویولونش میکنه آقا نکنید اون کارو نکنید همون نوتی که جلوتونه لطفا بزنید یعنی اون قد دقیق بود این همه کارهای عرض با ارزش که در در روزگار پیرنیا شد که همه به نام گلها معروفن گلهای صحرای گلهای جاویدان چندین نو عرض میکنم در طی این سالها که اون بزرگ بود همه کارهای بزرگ و ماندگار که در روزگار ایشان شد در روزگار شما کار اونچنانی که ما بخوایم با اونا قابل مقایسه باشند که نیست که نبود شما هم که با موسیقی آشنا نبودید که عزیزم که ای استاد محترم این چه حرفایی زدید گلپایگانی تحریرا را وارونه میخوند این رو بیایید برای مردم معنی کنید تحریر وارونه چیست خودتون هم تیکه بخوانید ما ببینیم تحریر وارونه چیست آقا هر چی در باب اکبر گلپایگانی گفتن انگیزش فقط حسادت بود چون زمانی که این مرد اومد مثل خورشیدی بود که طلوع کرد و در واقع همه رو تحت تاثیر گذاشت همه حاجباش موندن که عجب صدایی بعد رفقای خودش از خوانندگان بسیار بزرگ و مشهور من تعجب کردم در سال 1976 در این هتل مشهور نیویورک رسید ارز شود که ما هنوز آشنا نشدیم و هم استاد شهناز ما رو معرفی کرد و هم اینا این خواننده بسیار بسیار معروف که مورد احترام بنده است شروع کرد پشت سر اکبر کنی بد گفتن و اینا که ز... یعنی ز... ز... زد به ذوق من در واقع میگه خود عقب نشستم که یا حال لجب این چه داستانی است چرا فقط اینها مایش حسد بود و یک چیزی هم رایج کردن در باب گلپایگانی که بله آقا اون استادش استاد اصفهانیش عرض میکنم که برومن من نور علی خان گفته چرا رفتی خوندی تعلیماتت کافی نبود مخلص چهار مصاحبه با گلپایگانی در برنامه آقای مهری انجام دادم یعنی آقای مهری بزرگوار ما گفتن آقا من چون هیچ گونه آشنایی با موسیقی ندارم خواهش میکنم این مصاحبه رو شما انجام بدید سالیان پیش من پرسیدم گفتم آقای گلپاگانی هی میگویند گو آقا این هفت دستگاه موسیقی ما داریم که دو تاش منسوخ شده حالا من چند سال با من هفت سال یا هشت سال رفتم زوزانو زدم پیش نور علی خان و اینا رو یاد گرفتم حالا انتظار دارین 150 سال من چی چیکار اونجا نشستم ردیف یاد تازه ردیف به چه درد میخوره و بله گفت یک شب در فلان جا بودیم پیرنیا بود من خوندم گفت میخوای به رادیو گفتم به از خدا میخوام گفت بعد دیگران از دیگران شنیدم در رادیو که پیرنیا بیوه میپوشید و میمد گفت اونی که میخواستم پیدا کردم اونی که میخواستم پیدا کردم و گلپگانی آمد به مزی که خون مثل بم منفجر شد و اون چه گفتن در باب او زشت گفتن اینا انگیزه جز حسادت نداره متاسفانه در عالم هنر حس... حق و حسد بی اندازه هست ای کاش نمی بود حتی در کلیله و دمنه منعکس هست به خصوص در باب نوازندگان و خوانندگان تکیه کرده نویسنده کلیله که یک حکیم هندی بوده مربوط بدنم چند هزار سال پیش که اینا به هم حسد دارن و این سه گروه مدعی استادی هستند و اینها بله اینا هم گفته بله این گلپایگانی آوازها رو وارونه میخون آواز وارونه یعنی چی پس مردم ایران همه دیوانه بودن آقای سایه خدا حفظتون کنه یه صد سالی دیگه به شما عم بدهن غزل های خوب بگویید اصلا خودتون تحریر بفرمایید تعریف کنید آواز وارونه یعنی چی تحریر وارونه مگه دارین و این کتاب نیاز به یک نگرش دقیق و یک نقد بیدروغ نقد بینقابی دارد و باید این کار را انجام داد و در بابش سخن گفت در باب تمام از کنم که زمین آسمان ایشون اظهار نظر کرده از ناصر خسرو بگیرید تا سعدی و منو چهری و غیره و اینها آدم تعجب میکنه و هیچ کنیم نرم نخونده در باب شاهنامه نظر میکنه من قسم میخورم به روح به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که این شاعر بزرگوار ما یک بار شاهنامه رو نخونده نخونده اما اظهار نظر میکنم اظهار نظر هم عوامانه است باری یک نقدی دیدم از اظهار نظرهای ایشان توسط آقای دکتر ایرج پارسی نجاد که بسیار دقیق بود بسیار محترمانه متین و دقیق بود فکر می کنم در سایت ها می توانید پیدا کنید در باب بخش اظهار نظرهایی که ایشان در باب ادبیات کردند و اینها از این مطالب گفت این سخن پایان ندارد ای جواد خط کن والله اعلم علم به رشاد و وقتی همه کتاب خوندن میاریم اینجا خیلی خیلی جالبه براتون تحلیل میکنیم قضایی ها را اجازه فرمایید که ما به یک موسیقی انتخابی گوش کنیم که سپر انتخاب میکند سپر جان بفرمایید